مناسبت ها. هشتم سپتامبر برابر با هفدهم شهریور روز جهانی سواد آموزی. هشتم سپتامبر روز جهانی سواد آموزیه و یکی از دلایلی که این روز جهانی شکل گرفته اینه که همه جهانیان بدونن که سواد یکی از مهمترین حقوقیه که هر انسانی باید ازش برخوردار باشه. سواد ابزاری برای توانمند کردن و توسعه بخشیدن جوامع و انسان هاست. فرصت آموزش در سایه سواد آموزی محقق میشه، چرا که داشتن سواد در جهت ریشه‌کنی فقر، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، رشد جمعیت، دستیابی به برابری جنسیتی، آشنایی با حق و حقوق فردی و اجتماعی و تضمین صلح و دموکراسی در جهان نقش اساسی دارد. امروز اگه بخوایم فقط خوندن و نوشتن رو ملاک داشتن سواد بدونیم، باید بگیم که متاسفانه 1/5 بزرگ سالان جهان بی سواد هستن و حدود 2/3 از این گروه رو زنان تشکیل میدن و این در شرایطیه که ما در اوایل قرن 21 هستیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم. در این دوران بی سوادی حقیقی فراتر از تعریف خوندن و نوشتنه و میشه گفت هر کسی که حداقل آشنایی رو با علم کامپیوتر و زبان انگلیسی نداره نمیتونه از دنیا و تکنولوژی روز اون با خبر باشه. و اگر این بی‌سوادی نیست، شما اسمشو چی میذارید؟ بله، بی‌سوادی انسانها رو با دنیای اطرافشون بیگانه میکنه و شاید هم به همین خاطره که هنوز هستند اشخاص یا دولت‌هایی که با بی سواد نگه داشتن انسان ها میخوان اونها رو در حاشیه نگه دارن تا اونها رو از بهره‌مندی از حقوق و فرصت های اولیه ضروری محروم نگه دارن. متاسفانه یکی از قربانیان بزرگ این تفکر متحجرانه زنان هستند و این وضعیت نشون دهنده یکی از مهمترین بی عدالتی های ماندگار عصر ما، یعنی نابرابری در دستیابی به آموزش. منع دختران و زنان از آموزش هیچ توجیه فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی نداره، جز اینکه یک زن باسواد میتونه به انتخاب خودش زندگیشو به شکل چشمگیری بهبود ببخشه و شاید این همون دلیلیه که بعضی از افراد و دولت‌ها ازش میترسن. به قول دوست عزیز، برای شروع و بهره‌مندی از سواد هرگز دیر نیست. پس اگر اشخاص و یا شرایط جامعه ما رو از این نعمت محروم کرده، خودمون اجازه ندیم که بیشتر از این مورد ستم و جفا قرار بگیریم که ریشه همه نابرابری ها و بی‌عدالتی های فردی و اجتماعی بی‌سوادیه.